فردای سقوط هواپیمای ایرباس A320 کمپانی جرمن وینگز، رهبران کشورهای فرانسه، اسپانیا و آلمان در محل وقوع فاجعه حاضر شدند. در این سانحه هوایی 150 مسافر و خدمه این هواپیما کشته شدند. هواپیما در جنوب شرقی فرانسه سقوط کرد و اغلب مسافران این هواپیما را آلمانی‌ها و اسپانیایی‌ها تشکیل می‌دادند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به همراه دو رهبر فرانسه و اسپانیا پس از این دیدار در کنفرانس خبری شرکت کردند. صدر اعظم آلمان در این باره گفت: ابتدا به یاد قربانیان آلمانی و سپس به کشته شدگان دیگر کشورها می‌اندیشیم. این یک تراژدی واقعی است و حضور ما در محل وقوع فاجعه آن را نشان می‌دهد. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا نیز گفت: می‌خواهیم با هم کار کنیم، خصوصا در این شرایط حساس، چرا که می‌دانیم بسیاری از این اتفاق ضربه خوردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز گفت: فرانسوی‌ها در این غم بزرگ با مردم اسپانیا و آلمان شریکند. همان گونه که به یاد تمام قربانیانی هستیم که از کشورهای مختلف در این حادثه جانشان را از دست دادند. نزدیک به 15 مسافر هواپیما از کشورهای دیگری جز اسپانیا و آلمان بودند. دو خبرنگار ایرانی نیز در این پرواز جانشان را از دست دادند. خبرنگار اعزامی ما به محل وقوع فاجعه میگوید: تنها در فاصله 3 کیلومتری این روستای ورنه است که بقایای هواپیمای حادثه دیده را میتوان پیدا کرد. فرانسوا اولاند، ماریانو راخوی و آنگلا مرکل به اینجا آمدند تا ادای احترام بکنند به تمام قربانیان این فاجعه هوایی.